سلام و وقت شما بخیر با مجموعه خبری ساعت 6 با من منیر سمدی از هزارا ولت خوش آمدین در نخست سرخط خبرها به یک مقام طالبان در نیمروز پس از تجاوز جنسی به یک دختر کشته شد تلگراف افراد قدرتمند طالبان از القاعده محافظت و حمایت می کنند افغان بازداشت شده در فرانسه برادر جوانی است که میخواست به انتخابات امریکا حمله کند. طالبان با بهانه مهاینه سیهی از دانش آموزان پول میگیرند. محمد عمر داوزی جنبش تحفظ پشتونها بیداری پشتونها در جهان است. و در پایان سوئیس دو مهاجر مجرم افغان را اخراج کرد. ماش خبرها منابع محلی به هزار ولت خبر دادند که افراد مسلح پسر شاولی زرار آمر امنیت طالبان در نیمروز و یک محافظ او را در نزدیکی خانهش کشتند به گفته منابع پسر این مقام طالبان به یک دختر تجاوز جنسی کرده بود و توسط بستگان این دختر کشته شد منابع گفتند نام پسر آمر امنیت طالبان در نیمروز سعید و نام محافظ او صلاح الدین است بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان این رویداد صبح روز پنجشنبه 19 میزان رخ داده و مهاجمان پس از شلیک از محل فرار کردند مقامهای محلی طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردهاند در تحلیل تلگراف که روز شنبه 21 میزان منتشر شده آمده است که علا رغم این شکست القایده قویتر شده است. روزنامه به نقل از گروه های مقامت در افغانستان نوشته است که القاعده نو کمپ آموزشی در این کشور ایجاد کرده و در پنشیر هم انباری از مهمات دارد به نوشته نویسنده طالبان قادر به کنترل مرزهای افغانستان نیست و در جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی شکست خورده است نویسنده میگوید در حالی که نفوذ نظامی امریکا در حال کاهش است گروه های مثل القاعده و داعش از درای پنشیر گرفته افریقا در تلاش گسترش قوای خود هستند روزنامه تلگراف در تحلیل نوشت که عناصر قدرتمند در درون گروه طالبان از القاعده محافظت و حمایت می کنند این روزنامه نوشت که القاعده در افغانستان بر رقم کشته شدن رهبری قبلیش در حال قوی شدن است و کمپ های آموزشی ایجاد کرده است این روزنامه و عنوان نمونه توضیح داده که ایمونا زواهری رهبری پیشین القایده در یک خانه ام در کابل متعلق به شبکه حقانی بود که در حمله هواپیمای امریکا کشته شد. پیشتر هم یک رسانه عربی گزارش داد که وقتی سراجدین حقانی وزیر داخلی طالبان از حضور ایمون و زواهری در کابل آگاه شد او را به یک ساختمان دو ای در شیرپور کابل بود ولی امریکایی ها اقامتگاش را کشف کردند و در سیویک جولای 2022 او را کشتند. خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه 22 میزان نوشت که این جوان 22 ساله افغان قصد داشت به یک مرکز خرید یا استادیوم فوتبال حمله کند و گفته این رسانه پلیس فرانسه این جوان را زمانی بازداشت کرد که پلیس ایالات متحده در جریان تحقیق از نصیر احمد توحیدی اطلاعاتی در اختیار پلیس فرانسه قرار داد با گفته پولیس سی با و گفته پلیس فرانسه سه نفر به اتهام تروریسم و طرح حمله مشکوک در شهر واقعی واقع در جنوب غربی فرانسه بازداشت شدند اما دادستانی ضد تروریسم فرانسه پس از تحقیقات اولیه دو نفر از آنها را آزاد کرد پیش از این پلیس ایالات متحده روز دوشنبه شانزه میزان از بازداشت نصیر احمد توحیدی پناهجوی 27 ساله افغان به اتهام طرح حمله به انتخابات امریکا خبر داده بود شماری از باشندگان ولایت غزنی از جمعوری پول توسط طالبان از دانش آموزان مکاتب در این ولایت شکایت دارند. به گفته آنان، ریاست های معارف و صحت عامه که تحت کنترل این گروه قرار دارند، از تمام دانش آموزان از صنف اول تا ششم خواستند تا در ازای دریافت فرمهای صحی هزینه پرداخت کنند، تعداد زیادی از باشندگان غزنی می گویند که ریاست های معارف و صحت آمی طالبان در این ولایت از تمام دانش آموزان صنف اول تا ششم خواسته تا در ازای پرداخت هزینه فرمهای های صحی را از شفاخانه های دولتی دریافت کنند شماره از باشندگان غزنی در گفتگو با هزار اولت می گویند که تحلیل فرمهای های صحی تنها یک بهانه است و طالبان در صدد جمعوری پول از این طریق هستند و گفته آنان طالبان بدون اینکه دانش آموزان را ماینه کنند از هر یک مبلغ 200 افغانی و عنوان هزینه فرم های صحی جمعوری می کنند و با گفته باشندگان غزنی ریاست صحت عامه طالبان در این ولایت تنها در بدل پرداخت 200 افغانی فرم های صحی را بدون انجام هیچ معاینه ای به دانش آموزان می دهد. محمد عمر داودزی وزیر داخلی سابق افغانستان می گوید که جنبش تحفظ پشتونها یک حرکت عدالت خانه است که موجب بیداری پشتونها در سراسر جهان می شود. آقای داودزی در مصاحبه با هزار اوود گفت که این جنبش در حال گسترش است و دولت پاکستان توانایی مهار آن را ندارد. داودزی روز شنبه در این مصاحبه تاکید کرد که این جنبش پیام هایی برای افغانستان دارد و سمبول آن یعنی کلاه سرخ مربوط قندهار و مناطق شرقی افغانستان نیست بلکه به مزار شریف و شمال افغانستان مرتبط است او همچنین گفت که جنبش تعفوز پشتونها در جلسات بزرگ خود به جای پرچم پاکستان از پرچم سیرنگ افغانستان استفاده می کند داوزی خاطر نشان کرد که پیام این جنبش برای کل افغانستان است او افزود این حرکت بیداری پشتونها و پشتونولی است و با سادگی متوقف نخواهد شد وی حرکت تحفظ پشتونها را با بهار عربی مقایسه کرد او با اشاره به تجربیات مشابه در بهار عربی و اشتباهات حسن مبارک و محمد قذافی دیکتاتورهای سابق مصر و لیبیا هشدار داد که اکنون توپ در میدان ارتش پاکستان در راول است او گفت که اگر ارتش پاکستان به درستی با این جنبش برخورد نکند مشکلاتشان بیشتر خواهد شد رسانه های سیاسی گزارش دادند که این کشور دو مهاجر مجرم افغان را اخراج کرده است پس از سال 2019 میلادی این اولین بار است که سوئیس افغان ها را اخراج می کند. مقام های این دو نفر را مجرمان جدی و تهدید برای امنیت داخلی این کشور توصیف کردند. خبرگزاری سویسی کستون از دی ای روزی یک شنبه گزارش داد که دولت سوئیس برای هر کدام این پناهجویان 500 فرانک سوئیس حدود 583 دلار به خاطر آغاز زندگی جدیدشان پس از اخراج کمک کرده است رسانه های سوئیسی تا اکنون درباره هویت این دو مهاجر اطلاعات منتشر نکردهاند. وینچنزو ماچیولی معاون اداری مهاجرت سوئیس به رسانه ها گفت که کشورش به زودی مهاجران مجرم بیشتری را اخراج خواهد کرد هفته نامه آلمانی زبان سوئیس که بیشتر اخراج این مهاجران را گزارش داده بود نوشته است که دست کم 13 پناهجوی مجرم جدی دیگری افغان در سوئیس به سر می برند. از این که تا پایان این سرویس خبری با ما بود جهان سپاس تا دیدار بعد بدرود.